کمی بعد از نهار پسرها روی تخت رفتن و بقیه روی موکت دراز کشیدیم تا استراحت کنیم. پسرها از تخت خوششون میومد. به نظرم کمی آروم شد و از شلوغ بازیاشون کم شده بود. با این حال شیطنت میکردن. از فردا برای کنترل پسرها همراهشون رفتم. چون در اتاقای کانکسا رو به هم باز میشد، نمیتونستیم درها رو باز بذاریم. بعضی از همسایه ها مراعات حریم ها رو نمیکردن. به همین خاطر در اتاق ما همیشه بسته بود و حس زندانی بودن رو بیشتر تو آدم تقویت میکرد. پسرها میخواستن ورجه ورجه کنن. نمیشد اونا رو توی اتاق نگه داشت. از اون طرف میترسیدم توی محوطه برم. وضعیت بعد بهداشت، اخلاق آدم های جور و جور با فرهنگ های مختلف نگرانم میکرد. میرفتم و موقعی بازی کنارشون میستدم. بعضی وقتا هم که دلم میگرفت میرفتم بیرون کمپ زیر آفتاب کنار جاده‌ای که به آبادان میرفت میستادم. فکر میکردم تا آبادان چقدر راهه، میتونم این مسافت رو پیاده برم؟ چون میگفتن جاده ماشر آبادان و عراقی ها گرفتن. تصمیم داشتم از توی بیابونا به اون سمت برم. وقتی حس میکردم این کار امکان پذیر نیست، اعصابم خرد میشد. خیلی کم طاقت شده بودم. تا حرفی پیش می اومد می زدم زیر گریه. لیلا هم ناراحت بود. با این حال خودشو با شرایط وفق بود. برای دلداری من می گفت زهرا همینجا هم می تونیم کار کنیم، بیم توی درمانگاه ها. اما من دلم رضایت نمی داد. رو هم برای برگشتن پر می کشید. افسوس می خوردم که چرا آلبوم های عکسمون رو نیاوردم. اگه عکس بابا و علی رو می دیدم شاید کمی دلم آروم می گرفت. نمیذاشتم دو گریه ها حالت های غمناکم رو ببینه. نباید ضعف هامو میدید. چون خودم مرتب به دو میگفتم صبور باش و گریه نکن. دو بدتر از من دائم کارش گریه و عربی و کردی میخوند و عشق میریخت. خیلی وقتا از جاده که برمیگشتم میدیدم دو با همسایه ها نشست و از بابا و اینکه چطور آدمی بود تعریف میکنه و گریه زاری را میندازه. از ترحم مردم بیزار بودم. میشنیدم که پشت سر دا میگن تو این جنگ بدبخت شده، خون زندگیش از بین رفته و شوهرش رو از دست داده. میگفتم دا چرا با این حرفا اجرت رو ضایع میکنی؟ چرا ارزش شهادت بابا رو کوچیک میکنی؟ ساکت میشد و به ظاهر حرفمو میپذیرفت. باز میدیدم همون رویه رو ادامه میده. گاه که منو میدید از جاش بلند میشد و میگفت الان دوام میکنه. بعد سریع حالتش رو عوض میکرد که چیزی نگم. این حالتش بیشتر زجرم میداد. مسائل مالیمون هم مشکلات خاص خودشو داشت. دایی نادلی با کمکی که به دا میکرد نمیذاش اون چندان به سختی گرفتن غذا بیفته. ولی مگه او هم چقدر توان داشت؟ کمی بعد به جای غذای گرم جیره خشک توزیع میکردن. وقتی میدیدم دا باید توی صف بیسته و جیره بگیره خیلی ناراحت میشدم. حس میکردم عزت نفسمون خدشه‌دار میشه. اولش گفتم دا نمیخواد بری چیزی بگیری. گفت چی میگی؟ پس جواب شکم این بچه ها رو کی میده؟ گفتم پس خودت نرو، بذار بچه ها خودشون برن. گفت نمیشه، به بچه ها نمیدم. روز به روز اوضاع برای مردم بدتر و سختتر میشه. دیگه صدای اعتراض ها بلند شده. میگفتن این چه وضعیه؟ ما رو اینجا انداختن رو به فریادمون نمیرسن. خیلی ها مثل خانواده عمو غلامی که حضورشون در اونجا برای ما دلگرمی خاصی داشت میخواستن برن. در ابتدا همه فکر میکردن اینجا یه دوره موقت رو میگذرونن. ولی وقتی خبر از گسترده شدن جنگ میرسید و میشنیدیم که شهرهای دیگه هم مورد هجوم قرار گرفته، به صرافت میفتدن که به شهرهای امن دیگه برن و خودشون از مصیبت کمپ نجات بدن. گاهی ماشین می اومد و گونی های لباس توزیع می کرد. به هر خانواده یک گونی می دادن که در اون انواع لباس های زنانه، مردانه و بچگانه مستعمل بود. از این نحوه برخورد حالم بد می شد. به صدام که شروع کننده این جنگ بود و کسایی که کوتاهی کرده بودن لعنت می فرستادم و مرگشون از خدا می خواستم. مردم هم اعتراض می کردن که این لباس های کهنه به چه درد ما می خورن؟ یا ما بچه نداریم، اینا رو میخوایم چه کنیم؟ ما عزت و آبرو داریم، چرا ما رو خوار و خفیف میکنیم؟
یه بار با زن دایی به چادر توزیع غذا رفتیم. زن دایی میخواست برای دختر یه سال و چند ماهش شیر خوش بگیره. اون به مردی که مسئول توزیع بود گفت صحنه شیری که دادید برای بچه‌م کفایت نمی‌کنه. توی بازارم پیدا نکردیم. اگه میشه یه قوطی دیگه بدید. مرد گفت چیکار کنم؟ به بچه‌تون یاد بدید کمتر بخوره. این حرف خیلی به زن دایی سنگین اومد. بغض کرد. منم که حالم خیلی دگرگون شده بود میخواستم تمام دفتر و دستک مرد رو به هم بریزم، ولی خودم رو کنترل کردم و به زندگیم گفتم ارزش نداره، بیا بریم. اینا فکر میکنن ما بدبخت بیچاره ایم، حالا اینا دارن به ما صدقه میدن، شادن فکر میکنن ما میخواییم جنس احتکار کنیم. مرد که ناراحتی ما رو دید از حرفش پشیمون شد و گفت من قصد جسارت نداشتم، خب اجناس اینجا محدوده، باید به همه برسه. گفتم آخه این چه حرفی بود که شما زدید؟ گفت من مأمورم و معذور، خدا میدونه اگه به من بود هر کسی هر چیزی میخواست بهش میدادم. گفتم شما از اول باید بگی امکانات محدوده، نه اینکه نمک به زخم مردم بپاشی. گفت به خدا اونقدر از صبح تا حالا با مردم سر و کله زدم سرم داره میترکه، دیگه نای حرف زدن ندارم. گفتم خب نمیتونی برو یکی دیگه بیاد وایسته، این که دلیل نمیشه. گفت درست میگید، حرفم درست نبود. ده روزی از اومدنم به کمپ میگذشت، تقریبا اواخر آبان ماه بود. دیگه طاقتم تاق شده بود، به انبار رفتم. توی یکی از اتاقای بزرگش لباسای نو مستعمل ریخته بودم. نیروهای داوطلب رخت خواب، پتو، ملافه، لباس و چیزهای دیگر رو از هم جدا میکردن. چند روزی در تفکیک لباسا کمک کردم و بعد قرارش رو سرشماری کنن و طبق جنس و سن و سال افراد خانواده لباس بدن. منم لنگ لنگان به در خونه ها رفتم. هر کار کردیم آمار درست جمعیت کمپ به دست نیامد. هر روز یه تعداد که امکانشو داشتن یا طلاهاشون رو میفروختن یا با پسندازشون به اصفهان و شیراز و بهبهان و جاهای دیگه نقل مکان میکردن و یه عده دیگه میومدن توی محوطه میموندن تا جایی براشون پیدا بشه. هواپیماهای دشمنم از بمباران این مناطق فروگذار نمیکردن. یه بار یکی از راکت ها توی آب گرفتگی بیابون در نزدیکی کمپ افتاد. مردم خیلی وحشت کردن. با همه این فشارا من دلم نمیخواست از اینجا برم. اینجا به خرمشهر نزدیکتر بود. سعی داشتم شرایطو به خودم بقبولونم تا کمتر اذیت بشم. زهرا میمادم خونه. گاهی پسرا از آشپزخونه غذا گرفته بودن و گاهی دا چیزی سر هم میکرد. غذاهای ساده و بدون مخلفات دارو که به نظرم خیلی خوشمزه تر از غذاهای کمپ بود با لذت میخورد. غذاهایی که منتی توش نبود. وقتی دور هم سر سفره میشستیم جای بابا و علی خالی بود. بغضم میگرفت. بابا همیشه تاکید داشت دور هم غذا بخوریم. میگفت در کنار هم لقمه برداشتن باعث عافیته. ملائک هم از این همجواری خوشحالن. دا هم که انگار سر سفره داغ دلش تازه می شد. خیلی کم غذا شده بود. معلوم بود توی فکره. خیلی وقتا آه می کشید و می گفت علی مادرت بمیره برات. الان معلوم نیست کجایی؟ چیزی خوردی یا نه؟ یکی دوبار حسین تایی نژاد و چند نفر دیگه از بچه های سپاه خرمشهر به ما سر زدن. توی خرمشهر یه بار که حسین رو دیده بودم سفارش کردم از شهادت علی به مادرم حرفی نزنه. به همین خاطر وقتی می اومدن و دا سراغ علی رو میگرفت میگفتن علی کار داره جاش خوبه، ما بهش میگی مرخصی بگیره و بیاد. ولی از دست من ناراحت بودن که چرا من کاری میکنم که اونا مجبور بشن دروغ بگن. یه روز طرفای زور از چادر کمک رسانی که بیرون اومدم از زور چند تا خانوم رو دیدم به طرفم میان و برام دست کن میدن. به نظرم اومد آشنا هستن. نزدیکتر که شدن دیدم بچه های مطب شیبانی هم. از شوق دیدنشون به پرواز در اومدم. لنگ لنگان دویدم. زهره و سبا و اشرف هم دویدن. به هم که رسیدیم هر ستایشون رو بغل گرفتم. بوسیدم و بویدم. چشمای همشون پر از اشک شد. طبق معمول اشرف فرهادی که قلب رعوفی داشت درست حسابی به گریه افتاد. کمی جلوتر عبد محمدی و دکتر مصطفی هم دیدم.
همه اونا با هم اومده بودن. رفتیم خونه. دو از دیدن بچه ها خیلی خوشحال شده. طبق معمول پرسی علی ما رو ندیدی؟ نمیدونم چرا همه میان ولی از علی خبری نیست. نمیاد یه سری به ما بزنه. بعد از فلاسکی که با خودش از خورم شهر رو برده بود چای ریخت و به دنبال پخت غذا رفت. عبد و دکتر هم با پسرها به محبت رفتن. با رفتن اونا کلی با دخترها توی سرکله هم زدیم. هی پرسیدم بعد از من چی شد؟ شما کی از خورم شهر بیرون اومدین؟ فلانی چی شد؟ میگفتن چه خبره؟ سب کن یکی یکی. عراقی ها که روز 24 به 40 متری رسیدن همه ما رو بیرون کردن. دیگه امکان موندن دختره توی شهر نبود. پرسیدم خب تا حالا کجا بودی؟ گفتن رفتیم به خانواده هامون سر زدیم. حالا اومدیم دوباره بریم آبادان. بعد از بدبختی رفتن به شهرهای دیگه و بیپولیاشون حرف زدن. تا دانا ها رو آماده کنه کلی از بچه ها حرف پرسیدم. سر به سر هم گذاشتیم و شوخی کردیم. از اومدنشون خیلی خوشحال بودم. من که قصد رفتن آبادان رو داشتم با حضور اینا بهتر میتونستم تصمیمامو عملی کنم. بعد از نهار دکتر مصطفی و عبد محمدی رفتن. من و دخترام دوباره به حرف نشستیم و راههای رسیدن به آبادان رو بررسی کردیم. هر کسی چیزی میگفت. تهیه امریه و جواز عبور و مرور به منطقه جنگی مهمترین قسمت کار بود. به خاطر فعالیت گسترده ستون پنجم برای صدور امریه باید کلی دردسر میکشیدیم و سوال جواب میشدیم. هیچ کدوم امیدی به کمک بچه های خرمشهر که حالا در شرکت ابیکا در محدوده سربندر مستقر بودن نداشتیم. اونا گفته بودن دشمن در حال پیشروی و هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. من گفتم یه عده نظامی توی قسمتی از کمپ هستن. بعضی هاشون آشنان. توی خرمشهر توی مسجد جامع اونا رو دیدیم. شاید اونا بتونن برای ما امریه بگیرن. بچه ها گفتن بهتر از فرمانداری شروع کنیم. دا که شاهد گفتگوی ما بود گفت منم میام. چشمام گرد شد. پرسیدم کجا دا؟ گفت منم میخوام بیام. میخوام علی رو پیدا کنم. عشق فردا تو بیام